بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه امروز مجددا در خدمت آقای محمد جعفری در انگلیس هستیم. جناب جعفری سلام عرض کردم، وقت بخیر میگم خدمتتون. من هم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان شما سلام عرض میکنم. خیلی سپاسگزارم که بازم دعوت ما رو پذیرفتید و در گفتگوی با ما شرکت میکنید. جناب جعفری، حتما بینندگان ما به خاطر دارن که در گفتگوی پیشین با شما به بهانه کتاب شما تحت عنوان گروگانگیری و جانشینان انقلاب در رابطه با شرایط اون روز که دیپلمات‌های آمریکایی در ایران به گروگان گرفته شده بودن صحبت کردیم. یه بخشی از چرایی این موضوع رو توضیح دادیم، چگونه اتفاق افتاد توضیح دادیم، برخی از تأثیرات شما در موردش صحبت کردیم هفته گذشته گفتگوی پیشین. من پیش از ادامه گفتگو یه سوالی برام پیش اومده بود که یه نکته ای شما هم در کتابتون نوشتین، هم در گفتگوی پیشین اشاره کرده بودین که چند روزی بعد از گروگانگیری شما یه سری به سفارت آمریکا رفته بودین. میشه خواهش کنم که برای بینندگان ما بگین که برای چی رفته بودین و چه شاهد چه وضعیتی بود اونجا؟ قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، اگه شما موافق باشید، چون در همون دفعه قبل که با هم صحبت داشتیم صحبت از این که وضعیت سفارت آمریکا چجوری بوده و آیا واقعا اینا دانشجوها بودن که رفتن تحویل گرفتن و اشغال کردن یا نه سفارت تحت نظارت کمیته های انقلاب اسلامی به ریاست آیت الله محمد رضا مهدوی کنی بوده. بنابراین اگر مایل باشی این قسمت رو از این اون گفته آقای کنی رو براتون بگم که ایشون چی گفته و بعد بریم به سوال شما بپردازیم. بله خواهش میکنم، بفرمایید. این کتابی که میگم خاطرات آیت الله محمد رضا مهدوی کنیه که مرکز اسناد انقلاب اسلامی تدوین کرده و کسانی هم که مایلن به کتاب مراجعه کنن به صفحه 218 تا 221 مراجعه کن، تمام این چند نکته که میگم در اونجا این نکته ها هست. من خلاصه اون نکات رو میگم. آیت الله مهدوی کنی میگه که تیم 60 نفره از کمیته های انقلاب که در داخل سفارت آمریکا مستقر بودن از سفارت حفاظت میکردن. دو، بعد می کمیته مستقر در سفارت به امر آقای خمینی برای حفاظت از سفارت آمریکا در آنجا مستقر است، یعنی مستقر بوده. سه، میگه تا یکی دو روز بعد از اشغال سفارت به وسیله دانشجویان خط امام کمیته 60 نفری در سفارت مستقر بوده و آقای مهدوی کنی بعد از درک دستور آقای خمینی از سوی احمد خمینی نیروهای کمیته را از اونجا بیرون کشید و اونجا را در اختیار دانشجویان قرار داد. بعد یه حرف دیگرم میزنه آقای مهدوی کنی، میگه حرف خانم معصومه ابتکار که آقای خمینی ابتدا مخالف گروگانگیری بوده را رد کرده، مهدوی کنی رد میکنه و میگه با اطلاعاتی که داشته توضیح داده که امام از قبل مطلع و راضی به این امر بوده. اینا گفته های مهدوی کنیه. بنابراین یه مقدار با این گفته ها رو بذارید با اون چند تا نکته که من خدمت شما عرض کردم، یکی گفته حسین مشکینی به خود این جانب در زندان، بله، یک صحبت سرهنگ فکوری باز به ما و چندین ایما و اشاره اینجوری هست که همه رو من در این کتاب گروگانگیری و گروگانگیری و جانشینان انقلاب مفصل توضیح دادم و کسانی که بخوان میتونن به کتاب مراجعه کنن. اونا هم که دسترسی به کتاب کاغذی ندارن تو سایت موجوده، میتونن به اونجا مراجعه کنن. بله. اما برگردیم به سوال شما. هنگامی که گروگانگی اتفاق افتاد، همزمان میدونی مرحوم بازرگان استفاده داد از دولت موقت
و اینجوری تعبیر شد که چون سفارت رو دانشجوها اشغال کردن، مرحوم مهندس بازرگان استعفا داده. در حقیقت اینجور که خود مرحوم بازرگان گفته، بارها گفت و دیگران هم گفتن، او قبلا این تصمیم رو گرفته بود، منتها این تصمیم همزمان با گروگانگیری میشه. به همین علت در شورای انقلاب بنیس، وقتی این اتفاق میفته، بنیسر به مرحوم مهندس بازرگان میگه که آقای بازرگان، اگرم استعفا دادی، اکنون استعفاتون رو پس بگیرید، برای اینکه در یک چنین وضعی شما استعفا بدید، استعفای شما مشتلقی است که شما به گروگانگ‌ها گیرها دادید. مرحوم بازرگان میگن که نه، من کاری رو انجام دادم و دیگه بر نمیگم. در دولت بعدی که دولت شورای انقلاب بود، میدونید که آقای بنی صدر وزیر اقتصاد و دارایی بود و وزیر خارجه. وزارت خارجه هم به این علت پذیرفته بود که مسئله گروگانگیرها رو، این مسئله سفارت رو حل بود. من در دو جلسه با آقای بنی صدر، همراه بنی صدر و آقای انتظاریون که آجدان حضور سفر و حضرش بود، با هم رفتیم به سفارت و با گروگانگیرها و از جمله رئیسشون که در حقیقت همه کاره موسوی خوینا بود گفتگو شد. در جلسه اول قرار بر این بود که هرچی آقای بنی صدر و خمینی، با آقای خمینی تصمیم گرفتن، اینو اجرا کنن. گفتن بله. یکی دوتا اتفاق افتاد و اینا اجرا نکردن. باز رفتیم به سفارت. در اونجا اونها بهانه آوردن و گفتن که علت این که ما اون مسئله رو اجرا نکردیم، دلیلش این بود که ما از موضع شما اطلاعی نداشتیم. برای اینکه آقای بنی صدر این بهانه رو از دانشجوها پیرو به خط امام بگیره، طی نامه‌ای که هم اسنادش، یعنی اون نامه به تاریخ اون روز منو طی نامه مسئول کرد که برم در کمیته اونجا مستقر بشم و نظرات دانشجویان پیرو خط امام و بنی صدر رو به سرعت به هم منتقل کنم که این قضیه سریع انتقال پیدا کنه. من رفتم سفارت با حکم آقای بنی صدر. حکم رو شمس و یکی از گروگانگیرها که شمس ظاهرن امضا کرده، تو کتاب سندش هم هست، تو کتاب همه سندش هم آوردم، حکم رو از من در اتاق به اصطلاح روابط عمومیشون میشستم، حکم رو این آقای شمس الدین گرفت برد و بعد از یه ساعتی با امضای آقای میردامادی برگردوند به من داد و من دو روز، سه روز اونجا بودم. در عرض این سه روز که اونجا بودم، بر من یقین حاصل شد که تصمیم گیرندگان در این قضیه گروگانگیری گروگانگیرها نیستن، یعنی دانشجویان پیرو خط امام نیستن و باید این تصمیم گیری ها از جای دیگری به اینها منتقل بشه. به این علت من اومدم پیش آقای بنی صدر، گفتم آقای بنی صدر این کار به درد من نمیخوره. آقای بنی صدر گفت چرا به درد تو نمیخوره؟ گفتم برای اینکه من فهمیدم که این مسئله در اختیار دانشجوها نیست، ظاهرش دانشجوه ولی در اختیار دانشجوها نیست حل این قضیه و باید از جای دیگری اینا دستور بگیرم. بنابراین رفتن من فرصت را از دست دادن و وقت تلف کردنه. بنی صدر یک نامه نوشت و اون نامه تو کتاب هست، این اون نامه 7-8 نکته رو اونجا متذکر شده و در اونجا گفته که اومدیم با شورا و آقای خوینیا مشورت گفتگو کردیم، قرار شد که شما هرچی من و آقای خمینی تصمیم گرفتیم اجرا کنید، زیر قول و قرار زدیم. بعد شما گفتید که ما از موضع شما اطلاع نداشتیم، من آقای جعفری رو به نماینده خودم فرستادم، با او هم همکاری نکردید، پس بنابراین وضعیت رو برای من مشخص کنید که من بیهوده وقت خودم رو تلف نکردم. 6-7 نکته است که بعدن هم میدونید که وضعیت شکل دیگری پیدا کرد، من هم بیرون اومدم و این قسمت ها همه در کتاب هست مشهور. آقای جعفری، این پس این در دوره بود که آقای بنی صدر وزیر خارجه بودن، پس شما آیا
در جریان اون قراری که بود که در به هر آقای بنی‌صدر یه تیمی رو فرستاده بودن به شورای امنیت سازمان ملل که موضوع گروگانگیری رو اونجا مطرح بکنن و قرار بود که آقای بنی‌صدر برن در شورای امنیت صحبت بکنن، از حقوق ایران دفاع بکنن. بعد آقای خمینی در رادیو خبرش اومد که با این مسئله مخالفت کردن. شما هم اون روزا در جریان این امور بودید؟ من بودم. این بعد از اون قضیه، بعد از این جریان، بعد از این جریان بود. حالا برای اینکه برای شنونده هاتون بفهمن، نام آقای بنی‌صدر اینه: برادر عزیزم، آقای محمد جعفری معرفی می‌شود که دائم با شما در تماس باشد و هر وقت مطلبی بود که لازم دیدید این جانب از آن آگاه کردن، با ایشان در میان بگذارید. البته ترتیبی داده شود که ایشان تلفنی در دست داشته باشند که هر وقت کاری بود وسیله ایشان به اطلاع شما برسد. در برای این که تصریح بکنم این اطلاعات طرفین رو، آقای بنی‌صدر این نامه رو نوشت. من نامه رو که من دادم و بعد گفتم که شمس الدین وهابی فکر کنم در او برد به شورا، شورا هم آقای میردامادی، بله، امضا که امضای او هست، پای نامه هست، به من برگردونه که فوتوکوپیشون من داشتم. آقای جعفری، فکر میکنین که از کجا دستور میگرفتن؟ ببینید، در حقیقت تصمیم گیرنده اصلی آقای موسوی خوینی ها بود و موسوی خوینی ها هم با احمد در جریان بود. احمد خمینی منظور. باید احمد حالا یا از جانب پدرش یا غیر از جانب پدرش، میدونی که بسیاری از امور رو احمد به نام پدرش بله مطلع از اون نبود، به نام پدرش. همچنان که آقای مرحوم آیت الله منتظری به خصوص آقای خمینی رو میگه که اون چه که بنا بود تصمیم بگیرن آقای هاشمی رفسنجانی و احمد و اون آقای حسینیان، اینها تصمیم میگرفتن و به نام آقای خمینی اعلام میکردن. آقای احمد خمینی میگفت که بعد آقای جعفری، از اونجایی که وقتمون محدوده، یه نکته خیلی مهمی که در صحبت‌های هفته گذشته بود این بود که چقدر گروگانگیری به نظر شما مسئله بسیار اساسی بود در انحراف انقلاب و چیزهایی که بعد از اون پیش اومد. میشه خواهش کنم بفرمایید که چرا فکر میکنین که گروگانگیری تا این حد مهم بود؟ به دلایل مختلفی. در حقیقت گروگانگیری از امهات مسائلی است که یک موجب شد آقای خمینی بتونه دیکتاتوری خودش رو مستقر بکنه با دست گروگانگیرها. یعنی مسئله گروگانگیری رو عصای دست خودش قرار داد برای حذف همه ملیون. البته الان جای اون نیست که بگم این دست ها کدام دست ها بودن، همه میدونن، یعنی فکر کنم جامعه ما و شما مطلع هستن که چه کسانی اون روز عصای دست آقای خمینی شدن در استقرار دیکتاتوری. بنابراین به وسیله گروگانگیری تونست نهضت آزادی، سایر آزادی خواهان، چپی ها و همه گروه ها رو حذف بکنه. و حتی بنی‌صدر هم اگر ریشه یابی بکنیم، بنی‌صدر در رابطه با مسئله و قرار داده الجزایر هست شده، برای اینکه زیر بار امضای قرار داده الجزایر از این طریق هست شد. چرا از امهات؟ برای این از امهات مسائله که علاوه بر این که آقای خمینی تونست دیکتاتوریش رو با دست ظاهرن به وسیله گروگانگیری ها و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مستقر بکنه، این رویداد باعث جنگ ایران و عراق شد. این رو که میگم، همه حتی تمام مسئولین اول جنگ، اگه شما خاطرتون باشه، وقتی صدام همه جانبه به ایران حمله کرد، بدون استثنا رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس به اصطلاح آقای بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور،
همه مسئولین اومدن گفتن که این جنگ جنگ آمریکاست، در حقیقت آمریکا چراغ سبز داده. علتش هم این بود که اون دفعه هم براتون توضیح دادم که گروگانگیری رو هم در کل جهان تنها کشوری که حمایت کرده بود کشور آلبانی بود، ما بقی متفقا اون رو بسته اون رو به صریح محکوم کرده بودن. اون آمد و از ایران خواسته بودن که بلافاصله گروگانها رو آزاد بکنه و اون هم طبق قراردادهای بین المللی بود که وقتی شما یک کشوری در کشور دیگری سفارت داره، اون سفارت به منزله خاک کشوره و شما وقتی به اون سفارت تجاوز میکنید مثل این که به خاک اون کشور تجاوز کردید و به اون کشور حق میده که از هر وسیله‌ای که در اختیارشه برای این احقاق حق خودش به عمل بر بخیزه. حالا از اینا که بگذریم، بعدش میبینی که به اصطلاح حالا فرض میگیریم، فرض محال هم محال نیست که اون اول جنگ خب اینا گفتن که مثلا ریاست رئیس جمهور گفته که این مسئله جنگ با آمریکاست، خمینی گفته جنگ با آمریکاست، نخست وزیر گفته و آقای بهشتی گفته. اما زمان که میگذره خیلی قضیه روشن‌تر میشه. برای اینکه این مسئله روشن‌تر بشه دو تا نمونه براتون میگم. یکی این که آقای بعد از مدتی در تاریخ 16/3/63 آقای یاسر عرفات یک نامه مینویسه به هاشمی رفسنجانی و در اونجا اذعان میکنه که این جنگ رو با چراغ سبز آمریکایی ها عراق به ایران حمله کرد، با چراغ سبز آمریکایی ها و در حقیقت یاسر عرفات میگه در حقیقت این جنگ جنگ با آمریکایی هاست. آقای هاشمی رفسنجانی در پاسخ نامه بهش مینویسه که این نامه تو کتاب های هاشمی هست، یادداشت های اون سالش، میگه در این که شما گفتید که این جنگ با آمریکاست خب خیلی خوبه، اما دیر این رو گفتی، یعنی باید از اول این رو میگفتی. این یه نکته. نکته مهمتر از اون اینه که باز آقای هاشمی رفسنجانی در جمعه 11 آبان 63 اینجور میگه، عیناً میخونم برای اینکه دقیق باشه، میگه در منزل بودم این روز شبکه تلویزیون ABC ایالات متحده برنامه خود را موسوم به نایت لاین را به موضوع اشغال سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام اختصاص داده بود. در این برنامه آقای سعید رجایی خراسانی نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، حسین شیخ الاسلام معاون سیاسی وزارت امور خارجه، جودی پاول سخنگوی کاخ سفید در دوره کارتر، ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور برکنار شده ایران و دو تن از گروگانها به نامهای مور هندی کندی و باری روزن شرکت داشتند. مهمترین موضع حاصل این برنامه اظهارات سخنگوی کاخ سفید در دوره کارتر که او اعتراف به نقش آمریکا میکنه در جنگ و میگه وقوع جنگ تحمیلی رو اعتراف میکنه. جودی پاول در پاسخ به اظهارات شیخ الاسلام که از اشغال سفارت به اصطلاح اشغال سفارت رو یکی از کارهای مهم دانشجویان قلمداد میکنه، این رو رد میکنه و عیناً این جمله را میگه نتیجه مشهود و اساس و آشکار گروگانگیری جنگ ایران و عراق میباشد و بدون گروگانگیری این جنگ به وقوع نمیپیوست. وی درباره سخنان شیخ الاسلام درباره اهمیت تسخیر لانه جاسوسی گفت، وقتی ایشان از افتخار آنچه انجام دادن به خود میبالند، بهتر است کمی مکس کنند و فهرست تلفات را مطالعه بفرمایند که ده ها هزار از
تا سال 63 که ده ها هزار از هموطنان ایشان کشته شدند. بعد از ذکر نام هر یک از اونها وی یعنی شیخ الاسلام میتواند بگوید که اونها به خاطر حماقت من کشته شدند. این در کتاب خاطرات سال 63 آقای هاشمی رفسنجانی، کسانی که میخوان صفحاتش رو مطالعه کنن، 363-364 دقیق این چیزی میفرد. خیلی جعفر خیلی ممنون، 3-4-5 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. میخواستم اشاره کردیم به قرارداد الجزایر، میدونیم که تلاش های زیادی در طرف به ویژه ایران زمان آقای بنصر، ریاست جمهوری آقای بنصر، برای حل مسئله گروگان ها صورت گرفت. هر کدوم اونها به نوبه خودش در موقع خودش ناموفق بود، برای اینکه عواملی در ایران و در آمریکا جلوی این کار رو می گرفتن. اگر جنگ ایران و عراق صورت نمی گرفت، اگر گروگانگیری نبود، جنگ ایران و عراق صورت نمی گرفت، به احتمال خیلی زیاد همچین قرارداد الجزایر رو نمی شد به ایران تحمیل کرد. ولی این قرارداد الجزایر رو آقای رجایی و آقای نووی از یک سند افتخار برای ایران و انقلاب می دونستن و خوندم و در موردش صحبت کردم. میشه خواهش کنم در این چند دقیقه که وقت داریم نظرتون رو بفرمایید این قرارداد چی بوده و نظرتون در این رابطه چیست؟ اگر بخوام قرارداد، خب در واقع قرارداد سند اسارت ایران بود که آقای بهزاد نبوی در جلسه سری مجلس در اونجا عنوان کرد که بعداً اعلان خواهند کرد که این قرارداد وثوق الدوله است. و وقتی از اون جلسه بیرون اومد به دوست خودش سیف الله ابراهیمی، عیناً که سیف الله ابراهیمی نقل کرده بود، میگه عیناً به من گفت که بعداً به من خواهند گفت که قرارداد وثوق الدوله را امضا کردم. از این بگذاریم. اما آقای بهزاد نبوی همجور که شما گفتید مدعی بود که بیانیه الجزایر از نظر سیاسی یک مجموعه افتخار آفرین برای جمهوری اسلامی است. بعد آقای رجایی نخست وزیر، اون هم رجایی نخست وزیر هم گفت که ما موفق شدیم به یاری خدا و همت هموطنان بزرگترین مسئله تاریخی رو حل کنیم. این عین گفته آقای رجایی بود. یک بار دیگه آقای رجایی باز گفت که ما بار دیگر نشون دادیم که قدرت که قادریم بزرگترین مسئله تاریخ را حل کنیم و به دنیا ثابت کنیم که یک کشور انقلابی و مکتبی با اتکا به ایدئولوژی خود میتواند در مقابل ابرقدرت ها بایستد. ما با گروگانگیری به بزرگترین دستاوردهای سیاسی در تاریخ، دقت کنید، در تاریخ اجتماعی بشر دسترسی پیدا کردیم و موفق شدیم بزرگترین قدرت‌های طاغوتی رو به زانو درآوریم. این حرف رجایی. و اما کارتر چی گفت؟ کارتر روزی که گروگان‌ها آزاد شد گفت من غصه می‌خورم به این از ملت ایران که این همه خسارت دیدن و ما اونها را چنان نقره داد، این جمله کارتر، چنان نقره داد کردیم که تاریخ نمونه نخواهد داشت. اون اینجور میگفت و آقای رجایی و چیزم اونجوری میگفتن. در حقیقت قرارداد، هنوز ما داریم خسارت قرارداد الجزایر رو میپردازیم. پیامد قرارداد الجزایر، مسائلی که بعدن اتفاق افتاده، پیامد قرارداد الجزایر اگر بخواییم دقیق بشیم مسئله رو و به اصطلاح پوشش ها رو بذاریم کنار، حتی مسائل اتمی رو هم در بر میگیره و هنوز ایران داره در دادگاه ها بخشی از پولا رو میپردازه. حداقل در این کتاب تا جایی که من اون زمان تونستم احصا کنم، حداقل در اون موقع 50 میلیارد دلار پول ایران رو آمریکایی‌ها خوردن، طبق اسنادی که تا اون موقع منتشر شد. ولی اگر اسناد دیگری رو بیافزاییم سر به فلک میزنه. خب حالا یه مسئله هست، اون مسئله اینه
اگر این قرارداد الجزایر یک قرارداد افتخار آمیز بود، چرا تا به امروز هنوز محتوای اون قرارداد منتشر نکردن؟ در کشورها اینجوره، وقتی قهرمانها یک مسئله مهمی رو برای کشورشون انجام میدن، خبرنگارا، روزنامه‌نگارا، رادیو تلویزیون ها میان و از این سند افتخارآمیز یا از این عمل افتخارآمیز فیلم برمی‌دارن، اسناد و مدارک روشن میکنن و میگن بفرمایید ای ملت ایران، ای ملت آمریکا، ای ملت آلمان، ما این افتخار رو برای شما آوردیم. بله. هنوز که هنوزه ملت ایران از اون قرارداد الجزایر اطلاع نداره و هنوز هم منتشر نکردن. و حتی شما میدونید در اون جلسه سری که راجع به قرارداد الجزایر بود و در اونجا آقای بهزاد نبوی گفت اگر بخواید این مسئله رو علنی بکنیم، در حقیقت این سندیست، آقای بنی‌صدر اعلان جرم کرده، این اعلان جرم علیه من نیست، اعلان جرم علیه خمینیست و علیه دولت و همه تون باید جارو بشیم. در جلسه خصوصی مجلس. بله آقای جعفری، خیلی سپاسگزارم، خیلی ممنون. برخی از اتفاقات و تحولات هست که سرنوشت یک ملت رو رقم میزنه و از جمله برای ما در تاریخ معاصر ما همین مسئله گروگانگیریست. خیلی ممنون از زحمتی که کشیدید، خیلی ممنون از این گفتگوهایی که با هم داشتیم. امیدوارم که کمک بکنه به اینکه هموطنان ما بیشتر به این گونه مسائل بپردازن، برن ببینن چی شده که بتونیم ازش درس بگیریم. خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادی. امیدوارید به هم همه هموطنان مسئله به این عظیمی حد در یکی دو جلسه امکان پذیر نیست. دقیقاً. در این کتاب با دقت تمام از ابتدا تا انتها رو گزارش کردم. کسانی که مایلن میتونن اونجا مراجعه کنن و اگرم سوالی بود با من تماس میگیرن، میتونم به سوالاتون هم پاسخ بدم. و ما هم حتما مزاحمتون میشیم در این زمینه و زمینه های دیگه، بازم از اطلاعات و تجربیات شما استفاده کنیم. از شما سپاسگزارم و از همه بیننده ها و شنونده های شما هم که حوصله به خرج میدن و به گفته های من گوش فرامیدن کمال تشکر رو دارم. اوقاتتون خوش آقای جعفری، خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدا حافظ.